درود بر شما. اشکان روشن هستم و شما شنونده پادکست آیونیا هستید. در این قسمت تلاشم این هست که برگردم به تعهدات آغازین خودم در پادکست. قرار این بود که مخاطب فارسی زبان رو جا نگذاریم و مدت قابل توجهی گذشته از این که من قسمتی رو به زبان فارسی ضبط کرده باشم و منتشر بکنم. برای اینکه شکل منسجم تری بگیره پادکست ها، ضمن اینکه مصاحبه های خودم رو ادامه میدم، لازم میدونم که پادکست ها رو به شکل منسجم و ادامه دار پیش ببرم، به طوری که مرتبط باشن با هم. تلاش من این هست که اولین سری این پادکست های منسجم رو که از این به بعد با همین برنامه پیش میرم، در پاسخ به این سوال پیش ببرم: چرا یک بی خدا هستم؟ در واقع تلاش من این خواهد بود که در قسمت‌های آینده به بخش‌های متفاوت مشاهدات و ملاحظات مرتبط با این سوال پیش برم و از اونچه که در بخش‌های قبلی گفته میشه استفاده بکنم برای برساخت و پیشرفت و طرح و بست دادن اون چیزی که در قسمت‌های آینده بیان می‌کنم. با توجه به گستردگی فوق‌العاده عمیق و وسیع ادبیات، چه مکتوب، چه شفاهی، چه اونهایی که خوندم، میشنوم، از دیگران یاد میگیرم، مشخصا اون چیزی که اینجا بیان میشه، با اینکه تلاش هستم به صورت اجمالی بیان بشه اما جزئیات به طور کافی داخلش باشه، ناپخته هست و تلاش برای تکمیل این ناپختگی و گذر از این ناپختگی در گروه مخاطب هست و همت مخاطب رو میطلبه. یک چیز دیگه ای که باید بهش تجربه بکنم، ناچیز بودن و کوچک بودن اندیشه فردی من هست. قامت کوچک اندیشه افراد یا اندیشه فردی. من مثل هر کس دیگه ای محدودیت های بینشی دارم که خودم ازش باخبر نیستم، سوگیری های شخصی دارم، سوبرداشت هایی دارم، کشبرداشت هایی دارم و از همه مهمتر یک نوع عدم سرمایه گذاری احساسی و عدم تعلقی دارم به دیدگاه هایی که دارم، اونها رو نقد میکنم و زیر سوال میبرم و بررسی میکنم و بنابراین این به این معنیه که گاهی من دارم محدودیت های بینشیم رو باهاش دست و پنجه نرم میکنم، ولی نقدی هم دارم وارد میکنم به دیدگاهی که فکر میکنم یه نوع محدودیت بینشی بهش دارم. تلاش میکنم اگر جایی تونستم به شنونده اختار بدم و مچ خودم رو بگیرم اگر زمانی داره این اتفاق میفته، اما حقیقت این هست که من هم مثل افراد دیگه خالی از خطا نیستم و احتمال خیلی زیاد کسی که داره این پادکست رو گوش میده، زمانی که من به بررسی های خودم میرسم، ممکنه ملاحظات دیگه یا در ذهن داشته باشه، ممکنه به واسطه عدم سرمایه گذاری احساسی و عدم تعلق خاطر من به دیدگاه های مخالف خودم، تصور بکنه که نقدهای من یا نگرشهای من به مخالفان خودم به قولی آبکی هست یا عمیق نیست به اندازه کافی و امثال اون. متاسفانه تا زمانی که من بازخورد نگیرم نمیتونم تغییر ایجاد بکنم و مجبورم حداقل به صورت ناپخته پیش برم، اما برای مقاصد ما کافی باشه مقدار جزئیاتی که داخلش هست، اما اینکه تکمیل باشه فکر نمی کنم همچین اتفاقی بیفته. یک ملاحظه دیگه‌ای که باید بیان بکنم این هست که ممکنه اون چیزی که من صرفاً دارم بیان میکنم توهین تلقی شه. زمانی دارم مشاهده‌ای رو بیان میکنم، گزارشی رو بیان میکنم، نقدی رو بیان میکنم و به واسطه اینکه من یک عدم تعلق به دیدگاهی دارم که دارم رو نقد میکنم و سرمایه گذاری احساسی درش ندارم، ممکن هست که این اتفاق بیفته که به شخص بر بخوره که مخاطب منه. قصد من این نیست که توهین بکنم، ولی از سمتی هم برای اینکه فکر بکنیم و صادقانه فکر بکنیم یا حداقل صادقانه گزارش بدیم اون چیزی رو که فکر میکنیم بهش و در ذهنمون داریم ارائه میدیم به عنوان تفکر خودمون، باید
بدون فیلتر و بدون سانسور بیانش بکنیم تا زمانی که بتونیم فیدبک و بازخوردی در رابطه با اون بگیریم از مخاطب که ببینیم آیا در نور اون بازخوردی که گرفتیم به شخص توهین شده یا نه، آیا زبانمون تند بوده یا نه، و به مذاکره بشینیم. به مذاکره نشستن منظورم چی هست؟ منظورم این هست که به فکر بریم که آیا اون چیزی که از من خواسته شده و بازخوردی که به من داده شده موجه هست یا نه، آیا باید بیان خودم رو تغییر بدم یا نه. این میتونه ملاحظات متفاوتی داشته باشه، میتونه ملاحظات استراتژیک باشه، میتونه ملاحظات تبلیغاتی باشه، میتونه ملاحظاتی باشه در خدمت مخاطبان و امثال اون. بنابراین یک چیزی که اینجا مهمه این هست که مرز بین بیان و توهین ممکنه گاهی سخت باشه جدا کردنش، در غیبت این که من روبروی خودم الان دیواره و میکروفونی که دارم باهاش این قسمت رو ضبط میکنم. بنابراین یک چیز دیگه این هست که حضور انسانها و چهره های اونها رو من نمیبینم و به این واسطه ملموس نیست برای من بازخوردهای واقعی و همزمان اونها با اون چیزی که دارم اینجا بیان میکنم. و این یکی از هزینه های کار در دنیای مجازی و به این شکلی هست که من دارم انجامش میدم. اما به شخص برای خودم لحن مهم نیست، لحن نقد، تا زمانی که محتوای خوبی داشته باشه. من خیلی به نقدهای ادبی که در زبان انگلیسی به پولمیک معروف هستن علاقه دارم اتفاقا، که لحن کنایه آمیز، طنز آمیز یا تندی دارن. اما نکته اینه که اون بین من و کتابه و به همون شکل هم مرز بین بیان من و اون چیزی که ممکنه توهین تلقی بشه زمانی که کسی داره با من صحبت میکنه یا من با کسی دیگه، در گروه شناخت من در اون زمان و مخاطب منه. اگر مخاطب خودم رو خیلی خوب بشناسم و اونها هم منو خیلی خوب بشناسن، ممکنه بحث بالا بگیره، جذرومت پیش بیاد در بحث که چه ایرادی داره، بحث جذاب همین اتفاق میفته، کنایه‌ای باشه، شوخی بکنیم، همدیگر رو دست بندازیم، یا اون چیزی بیان بشه که ممکنه توهین در نظر شخص تلقی بشه. اما بحث که تموم شد، چون شناخت داریم نسبت به همدیگه، میتوانیم ایده ها را از شخصیت ها جدا کنیم. یعنی به واسطه این که شخص ایده مضحکی بیان کرده، اگر من به این ایده میگم مضحک، به این معنی نیست که اون شخص هم شخص مضحکیه و میتونیم برگردیم به زندگی و تمدن و اخلاق خودمون بعد از اینکه صحبت هامون تموم میشه. چاره ای نداریم برای پیشرفت و برای پیشبرد بحث، حداقل اگر قرار نیست پیشرفت بکنیم، حداقل اگر قرار بحث پیش بره که ببینیم پیشرفتی حاصل میشه یا نه، اگر قرار فقط خود بحث پیش بره که ببینیم ازش پیشرفت دنبال میشه یا نه، چاره ای نداریم مگر اینکه از این گفتگوها استفاده بکنیم. قبول، مشخصا اون چیزی که من دارم اینجا بیان میکنم یک گفتگو نیست. من همونطوری که گفتم روبروم یک دیواره و دارم این رو ضبط میکنم. اما اینطور بهش فکر بکنید که من دارم بلند بلند فکر میکنم همونطوری که گفتم، مثل مطالبی که داخل وبگاه هست، تفکرات نهایی من نیست و انگار که من در گفتگو با اندیشه های مخالف خودم هستم. یک چیز دیگه که اینجا باید بهش اشاره بکنم، دیدگاه من و اون دیدگاهی هست که من میپسندم و حداقل تلاش میکنم این دیدگاه هم باشه، که مشخصا موفق نیستم، اما تلاش اینه که به اون سمت برم. دو دیدگاه در نظر من هست: دیدگاه بررسی کننده، پرسشگر، و دیدگاه سربازگونه. در دیدگاه سربازگونه استدلال و ارائه دادن برهان نوعی دفاع یا نوعی حمله دیده میشه از بر ضد یک موضع دیگه، و شخص بیان میکنه که از خودش میپرسه که من میتونم این رو باور کنم،
اون چیزی که داره بررسی میکنه رو آیا باید باورش بکنم و به واسطه تمایل و میل خودش و انگیزه خودش داره این سوال ها رو میپرسه و به دنبال اینه که ببینه با قبول کردن اون گزاره های روبروش و اون ملاحظات روبروش ممکنه چه ضررهایی رو متحمل بشه و به دنبال براهین و مدارکی هست برای اینکه اعتقادات خودش رو قوی بکنه، تقویت کنه و از اونها دفاع بکنه. به این معنا که ناپخته بگیم انگیزه های اون جهت میده به نوع اندیشش، به اون چیزی که تکذیب میکنه. ذهن جستجوگر و دیدگاه جستجوگر برهان و براهین رو مثل نقشه میبینه، مثل چشمانداز میبینه که ما داریم از اون یه نقشه ای میکشیم، چشماندازی که به صورت محدود به ذهن ما میاد و تصمیم میگیره که آیا آنچه در نظر میگیرم درست است یا نه، نه اینکه باید بهش اعتقاد داشته باشم یا نه، نه اینکه ممکنه چه جایی ضرر بکنم. به جای ضرر کردن شخص میگه نیاز دارم نقشه خودم رو از این چشم انداز اصلاح بکنم، تغییر بدم، جایش رو حذف بکنم، جایش رو پرورش بدم. به جای اینکه شخص به دنبال مدرک برای قوی کردن خودش باشه، به دنبال اینه که اون نقشه رو در مذاکره با دیگران و در با مدارکی که در دست داره دقیق تر بکنه. به این معنا که از لحاظ تفکر باید با خودش صادق باشه. بنابراین اون دیدگاهی که من تلاش میکنم داشته باشم دیدگاهی هست که پرسشگره. با این حال قصد من این نیست که به صورت بی‌طرفانه راجع به این پرسش ها سوال بکنم، پاسخ بدم. کدوم سوال ها؟ سوالاتی مثل آیا خدا وجود دارد؟ آیا دین اسلام درست است؟ خب من یک موضع دارم و موضع من بی طرف نیست، اما تلاش میکنم که حداقل بتونم به صورت بدون وارد کردن بر انگیزه های شخصی من و اون چیزی که منو برانگیخته کرده وارد بررسی بشم و بتونم اون چیزی که در فکر و اندیشه خودم هست رو به اشتراک بذارم با مخاطب. این که کافی هست یا نه، این که قانع کننده هست یا نه، در گروه مخاطب هست که داره گوش میکنه. تلاش من صرفا این هست که به وجود بیارم حداقل زمینه ای رو برای فهم کسانی که بی خدا هستن. چرا اصلا یه شخصی ممکنه بی خدا باشه؟ چطور نگاه میکنه یک شخص بی خدا به جهان، به هستی، به معنا، به اخلاق و به بخشای متفاوت دیگه‌ای که در نظرگاه و اندیشه های ما جاری هست؟ خب بذارید قبل از اینکه پیش بریم یک خاطره ای رو من بگم. زمانی که من روبرو شدم با فوتبال در آمریکای شمالی برای من خیلی عجیب بود، خشن‌تر بود فوتبال، اصلا به ذهن من از اون چیزی که در ذهن من از فوتبال بود دور بود، توپ گرد نبود. نکته اینه که فوتبال در میان ایرانی ها و فارسی زبانان عزیز وجود داره و همینطور توی آمریکای شمالی اونا هم فوتبال بازی میکنن. هر دوتاشون توپ داره، اما آیا توپ توی هر دوتای اینها گرده؟ هر دوتای این زمین ها گوشه دارند، اما آیا هر دوتای این ورزش ها کورنر هم دارند؟ قانون هند چطور؟ به نظر نمیاد فوتبال آمریکایی این رو داشته باشه. من غالبا این شوخی میکنم با آمریکایی هایی که اینجا میبینم ایشون، زمانی که راجع به این اختلاف بین فوتبال صحبت میکنیم و بهشون به شوخی میگم اون فوتبالی که شما دارید واقعا هندبال خشنه. چرا دارم این روایت رو بیان میکنم که برای من اون زمان خیلی جالب بود؟ به این خاطر که ما زمانی که میخواییم وارد فهم بشیم هنوز وارد مقایسه نشدیم.
هنوز وارد نقد نشدیم، هنوز وارد بررسی نشدیم، باید فهم بکنیم اول. تمام اینها بعد میاد و اگر بخوایم فهم بکنیم چاره ای نداریم مگر اینکه جایی چمدان داشته ها و پیش زمینه های خودمون رو رها بکنیم و بدون اونها به مسافرت بریم. ما قراره در این قسمت از پادکست ها که مرتبط با پرسش چرا یک بی خدا هستم هست، به یک ماجراجویی، به یک مسافرت بریم. اما قرار چمدون های خودمون رو حداقل تا مدتی رها بکنیم و به خانه باز نگردیم. به عبارتی ما قراره کاری که بکنیم این هست که قراره مثل فوتبال پیش بریم. فهم فوتبال در آمریکا و فهم در آمریکای شمالی و فهم فوتبال اروپایی اونطور که در ایران و بین فارسی زبانان فهم شده، نمیتونیم هر دوی اینها رو اینطور بفهمیم که چمدون خودمون از فهم فوتبال ایرانی رو ببندیم و با خودمون ببریم به سمت آمریکای شمالی و بگیم این فوتبال نیست که شما دارید بازی میکنید، این ورزش نیست، نمیدونم چیه اما ورزش نیست، چون شما اصلا هندبال ندارید، ببخشید قانون هند ندارید، اصلا قانون هند ندارید شما، من نمیدونم این چی، فوتبال که نیست، ورزش هم نیست، آخه این چه کاریه شما با اینقدر خشن، من نمیدونم این ورزش نیست. به همون شکل شخصی که توی آمریکا شما میتونه بیاد به این سمت به یک فارسی زبان بگه چرا دارید با پاتون فوتبال بازی میکنید، بیشتر توپ رو باید دستتون بگیرید و بدوید. هند چیه؟ ما اصلا همچین قانونی نداریم. کورنر چیه؟ اصلا همچین چیزی نیست، اصلا جایی نداره همچین چیزی. این من نمیدونم شما دارید چی کار میکنید، این فوتبال نیست، اگرم ورزش باشه اصلا شاید ورزش نیست، من نمیدونم این چیه. چرا؟ به خاطر اینکه ما از یکی، در هر دو تا این مثال ها، از یکی از چمدون های داشته های خودمون و دیده های خودمون استفاده کردیم، اونها رو قرار دادیم به عنوان خطکش برای اینکه یک دیدگاه دیگر رو اندازه گیری بکنیم و یک دیدگاه دیگر رو متوجه بشیم و بفهمیم. خب زمانی که میخوایم وارد بررسی ها بشیم در مطالعات بی خدایی و مطالعات ادیان، باید بفهمیم که خدا مثل فوتباله، باید متوجه ملاحظاتی باشیم که به واسطه بحثی که وارد شدیم به ما تحمیل میشه، چه بخواهیم چه نخواهیم. یعنی گاهی چاره ای نیست مگر اینکه سفرهایی بریم که دلمون نمیخواد، مطالبی رو بخونیم که با اونها همدل نیستیم، گوش بکنیم به نظراتی که ناپخته هستند یا فاقد اون رشدی هستند که در نظر ما مطلوب به نظر بیاد یا به نظر ما مطلوب واقع میشه. خدا مثل فوتباله، محتوای فوتبال میتونه متفاوت باشه اما به خودی خود صرف این که شخصی بیان میکنه فوتبال بازی میکنه به این معنا نیست که ما بتونیم محتواشو بفهمیم، فوتبال آمریکایی یا اروپایی، کورنر داره یا نه، با توجه به اون چیزی که بیان کردم. صرف این که شخص بیان میکنه بی خداست، هیچ محتوایی رو ما نمیتونیم از اندیشه اون شخص بیرون بکشیم غیر از تعهدش به این گزاری که خدا وجود ندارد. چرا؟ چون همونطور که چیزهای مختلفی میتونه با عنوان فوتبال سازگار باشه، صرف این که یه چیزی رو بگیم فوتبال به این معنا نیست که یک محتوای خاص باید داشته باشه. همونطور که خدا میتونه با مفاهیم متفاوتی سازگار باشه، یعنی خدا رو با مفاهیم متفاوتی سازگار بدونیم و فکر کنیم معناهای متفاوتی داره، اشخاص منظورشون از خدا میتونه متفاوت باشه، برای بی خدایی هم همینه.
به طور دقیق تر اما اون چیزی که مهمه اینه. اگر شما بدونید یک شخصی خدا باوره، اون شخص خدا باور میتونه رنگ آبی دوست داشته باشه، میتونه رنگ قرمز رو دوست داشته باشه، میتونه طرفدار جمهوری اسلامی باشه، میتونه نباشه، میتونه طرفدار سکولاریسم باشه، میتونه نباشه، میتونه خیلی مترقی باشه، میتونه نباشه. صرف این که یک بی خدا، یک خدا باور رو شناسایی کردیم، نمیتونیم بگیم که این خدا باور باید به رنگ آبی اعتقاد داشته باشه، باید مدافع جمهوری اسلامی باشه و باید متعصب باشه. نه. چرا؟ چون این ویژگی ها با شخص خدا باور سازگار هست، اما مستلزم این نیست. به طور اتومات شخص خدا باور نیازی نداره حتما رنگ آبی رو دوست داشته باشه و سکولاریسم رو بذاری کنار، یا حتما مدافع حکومت دینی باشه. به خودی خود این رابطه استلزام وجود نداره. چیزی نیست که شخص رو ملزم بکنه حتما باید این اعتقادات رو مثل رنگ آبی و گرایش سیاسی و اینها رو با هم داشته باشه یک خدا باور. برای یک شخص بی خدا هم همینه. یک شخص بی خدا اون عنوان بی خدایی که بهش میدین به ما محتوا نمیده، مگر محتوای همون یک گزاره که به خدا اعتقاد ندارد شخص، به وجود خدا. اما دیگه هیچ محتوایی بهمون نمیده، هیچ محتوایی برای استلزام‌های دیگه و اون چیزی که شخص رو به چیز دیگه‌ای ملزم بکنه نمیده. دقیقا مثل شخص خدا باور، به این معنا که اگر دست گذاشتیم روی یک بی خدا، به این معنا نیست که این بی خدا حتما سوسیالیست باشه یا حتما سرمایه داری رو بپذیره، حتما ضد دین باشه یا حتما بخواد از با دین همدل باشه، حتما دیدگاهاش تند و زبان تندی به دین داشته باشه یا نداشته باشه. دیدگاه‌های متفاوتی در میان دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی و فلسفی و غیر فلسفی میتونه با عنوان بی خدا بودن و گزاره خدا وجود ندارد سازگار باشه. یعنی هم میتونه خدا وجود ندارد درست باشه، هم گزاره سرمایه داری درست است، هم خدا وجود ندارد، هم گزاره سوسیالیسم درست است مثلا. اما این به این معنی نیست که درست بودن یکی از این گزاره ها مستلزم اینه که اون یه گزاره هم درست باشه. بنابراین حمله به این که جمهوری اسلامی ناشایست و ناموجه هست، حمله به موضع و نقد موضع خدا باور نیست. چرا؟ چون خدا وجود دارد، به خودی خود گزاره که مستلزم جمهوری اسلامی موجه است نیست. اسلام درست است، این گزاره به خودی خود مستلزم این نیست که جمهوری اسلامی موجه است و باید باشد. رابطه ای نیست که به صورت اتوماتیک این دوتا رو به هم وصل بکنه. برای بی خدایی هم رابطه ای نیست به خودی خود که گزاره خدا وجود ندارد رو به خودی خود مرتبط بکنه با عدم وجود زندگی پس از مرگ. بی خدایی رو وصل بکنه به این گزاره که هیچ معنایی در زندگی وجود ندارد. میتونه به هم وصل بکنه این دوتا گزاره رو با هم. این دوتا گزاره میتوانند با هم درست باشن، اما به خودی خود شخص بی خدا مستلزم این نیست که این دوتا رو با هم نگه داره و با هم پیوند بده، مثل شخص خدا باور و حکومت دینیش. برای این که شخص گزاره های بیشتری رو پیوند بده به گزاره قبلی خودش، باید استدلال و براهین بده و به صورت اتومات و به صورت خود به خودی نمیتونه هر گزاره هایی که خاص رو به صورت اتوماتیک وصل بکنه به خدا باوری یا بی خدایی خودش. این به چه معناست؟ این به این معناست که شخص بی خدا در واقع بیان نمی کنه که خدا نیست. خب اخلاق و معنا و اندیشه و زیبایی و جاودانی و امید و هیچ چیز دیگه ای هم، عدالت و هیچ چیزی هم به دنبال اون نیست. چرا؟ چون فقط یک گزاره رو قبول کرده و گفته خدایی نیست. حالا باید بره ببینه خب خدایی نیست. آیا اخلاق وجود داره؟
آیا واقعیت عینی داره؟ خب خدایی نیست. اما آیا جهان دارای نظمه؟ آیا از یک الگوی منظمی هدفداری پیروی میکنه یا نه؟ آره یا نه؟ اگر آره تبیینش چیه؟ اگر نه همچین چیزی نیست چرا نیست؟ خب خدایی نیست، اما آیا زندگی معنایی داره؟ اگر نه خب چرا نداره؟ اگر داره چطور هست کیفیت معنایی اون؟ خب خدایی نیست. اوکی، اما آیا زندگی پس از مرگ وجود داره؟ خب بریم ببینیم وجود داره یا نه. جنس زندگی پس از مرگ چجوریه؟ آیا از زندگی پس از مرگ اگر وجود داشته باشه نزدیک به چیزی مثل هوش مصنوعی و بارگذاری کردن ذهن شخصی روی یک کامپیوتر یا مثل اینه یا نه فراطبیعیه؟ یا نه فراطبیعیه نه طبیعی، بلکه اصلا شاید یک نوع واقعیت مجازی باشه بین این دوتا و حالتی باشه که ترکیب عناصر روانی و مادی باشه. نمیدونم، من صرفا دارم بیان میکنم که شخص به صورت اتومات از اینکه خدایی نیست حرکت نمیکنه به اینکه خب زندگی پس از مرگ هم وجود ندارد. خب خدایی نیست، اما آیا هستی آغازی داشته؟ آیا زمان شروعی داشته؟ خب خدایی نیست، اما آیا جهان از هیچ آمده یا نه؟ خب خدایی نیست، اما آیا هستی علتی داشته یا نه؟ کیفیت اون علت چی بوده؟ ضروری بوده یا نبوده؟ طبیعی هست یا طبیعی نبوده؟ خب خدایی نیست، اما آیا هوشیاری ما چیزی بیشتر از برهم کنش ماده است؟ خب خدایی نیست، اما آیا هرچی وجود داره فقط ماده است؟ شاید چیزایی وجود داشته باشن کیفیت غیر مادی دارن، شاید هم کیفیت مادی دارن هم غیر مادی، ولی اصلا خدایی وجود نداره. شاید اصلا مادیگرایی اشتباه است، شاید اصلا علمگرایی اشتباه است ولی خدا وجود ندارد. شاید جهان شروع به آغاز کرده، زمان هم آغازی داشته ولی خدا وجود نداره. بنابراین حرکت به صورت اتومات بین اینها نیست. شخص بی خدا نمیتونه به صورت اتومات بین اینها حرکت بکنه. بنابراین قدم اول فهم ما اینه. اگر میشنویم بی خدا، نمیتوانیم نتیجه بگیریم که شخص به تمام چیزهای دیگه هم بی اعتقاده یا یک نوع نگرش دیگه ای رو هم در کنار اون گزاره خدا وجود ندارد خودش داره. میتونه گزاره های دیگه ای در کنار خدا وجود ندارد خودش داشته باشه، اما نه به خودی خود. این به چه معنیه؟ به این معنیه که ما باید چمدونهای خودمون رو جا بگذاریم زمانی که میخواییم راجع به خدایی صحبت بکنیم. اگر خطکش دینی خودمون رو برداریم و به سراغ بی خدایی بیاییم، میپرسیم پس پیامبرانشون کجان اینها؟ خب پیامبرانی نیستن در بی خدایی. مثل این میمونه که بریم به اون کسی که فوتبال آمریکایی بازی میکرد بگیم که توپ گردشون کجاست؟ کورنرشون کجاست؟ مثل این میمونه که یک شخصی که به دین مورمونیسم اعتقاد داره بلند شه و پیش یک مسلمانی بیاد و بگه که با خطکش مورمونیسم خودش و بگه شما مرده هاتون رو بعد از مرگ غسل تعمید نمیدید؟ مگه میشه؟ اصلا مگه میشه؟ اصلا نمیشه همچین چیزی. این چه دینیه که شما دارید که مرده هاتون رو بعد از مرگ غسل تعمید نمیدید؟ اصلا همچی چیزی میشه؟ این چه دینیه که شما عکس‌هایی از پیامبر خودتون ندارید ولی ما عکساشو داریم؟ اصلا این مگه میشه؟ اصلا شما دین ندارین که دین نیست، که این جوکه که شما داری اخی، عکسای پیامبرتون نیست، عکسای ما رو میتونی پیامبر ما رو بری ببینی. خب مشخصا همچی چیزی مضحکه، مسخره است، در منجلاب جهل و خریت خودمون گیر کردیم اگه بخوایم از این سطح استفاده بکنیم برای اینکه بخوایم وارد مطالعات ادیان بشیم. این به چه معنیه؟ این به این معنیه که اون چیزی که در ذهن ما به صورت اتومات با خدا و دین پیوند خورده رو باید از هم جدا بکنیم، باید پیوند اونها رو جدا بکنیم و توی خونه بگذاریم.
و بعد بریم به این مسافرتی که میخوایم بریم، پس ذهنمون رها بکنیم و بعد این اندیشه ها رو بررسی بکنیم. این به چه معنیه؟ این به این معنی نیست که من اگر قرار آمریکای شمالی برم و فوتبال آمریکایی رو فهم بکنم، زمانی که دارم فوتبال اروپایی بازی میکنم توپو بردارم بدوم بگم که من الان به این قواعد پایبند نیستم. نه، فقط به این معنیه که زمانی که میخوام فهم بکنم دیدگاه مخالف خودمو، دینی یا غیر دینی، فلسفی یا غیر فلسفی، سیاسی یا غیر سیاسی، علمی یا غیر علمی، میخوام تعهدات پیشین خودم رو یک خطکش نکنم قبل از اینکه اونها رو بفهمم. اول بفهمم، بعد خطکش هایی که در توان من هست و میتونم خوب بفهممش رو بذارم روی این دیدگاه و بررسیش کنم، چکش بهش بزنم و ببینم آیا میسته بعد از اینکه چکش کاری شد یا نه، و چقدر خوب میسته و مقاوم هست، چقدر این چکش کاری ها نتیجه میده، من چه هزینه هایی رو باید بدم و به بررسی های خودم ادامه بدم. دین در مطالعات ادیان هیچ پیوندی با خدا نداره، خدا هیچ پیوندی با دین نداره، هر دوتای اینها میتونن بدون هم وجود داشته باشن. ادیانی داریم که بدون خدا وجود دارن، مثل جینیسم، مثل داویسم، مثل کنفوسیوسگرایی، مثل شینتو و انواع دیگه ادیان. همینطور خدا میتونه وجود داشته باشه ولی هیچ کدوم از ادیان درست نباشن، خدا پیامبری نفرستاده باشه و شخص دادار انگار باشه. دادار انگار مثل اینکه خداوند جهان رو آفریده و بعد کنار نشسته و اصلا داخل اون هیچ دخالتی نمی کنه. خدا نه پیامبر داره نه امامی میفرسته و مثل اینها. بنابراین ما باید از خودمون بپرسیم که آیا زمانی که من دارم این دین رو فهم میکنم یا این پدیده رو فهم میکنم با اون خطکش قبلیم دارم فهم میکنم یا نه، تلاش میکنم فهمش بکنم، خطکش اونها رو بفهمم و بعد با خطکش خودم اندازه گیری کنم، با خطکش اینها هم اندازه گیری کنم، ببینم حالا کدوم یکی از اینا با مدارکی که در دست دارم، با اطلاعات عینی که از دست در دست دارم، کدوم یکی از اینا بهتر میشه چشمانداز محدود من رو توجیه بکنه و بررسی بهتری از جهان به من بده، نمای بهتر و هماهنگتری با واقعیت رو به من بده. این به چه معنیه؟ به این معنا هست که خدا ممکنه فهمای متفاوتی داشته باشه در ادیان متفاوت، میتونه طبیعی باشه، میتونه غیر طبیعی باشه، میتونه یک نیروی نیکی در سراسر جهان باشه، میتونه صفات بپذیره، یعنی باید صفات بپذیره، شاید نشه اون صفات رو بیان کرد و بهش داد، اما صفات دیگه ای فراتر از مثلا دنیای طبیعی داره، بستگی به دید داره. ممکنه مدل هایی از خدا باشه که این اتفاق نیفته. صرفا هدف من از بیان این اینه که ادیان بی خدا داریم و ادیان طبیعی، بنابراین صرف این که ما از دعا صحبت میکنیم به این معنا نیست که ما در حال صحبت کردن از یک دین هستیم. دعا کردن میتونه وجود داشته باشه ولی در ادیانی که اصلا خدایی ندارن. اگر الان به خودتون بگید یعنی چی؟ چطوری؟ مگه میشه؟ دلیل این که شما این پرسش در ذهنتون میاد به خاطر این هست که اون چمدون رو هنوز نها نکردید. چرا؟ چون در ذهن شما دعا کردن کلن پیوند خورده با نوعی از اون تفکر دینی که به شما نزدیکتر بوده و بیشتر باهاش آشنا هستید. بله، دعا کردن میتونه یه حالت مدیتیشن باشه برای در نظر بعضی از فرقه ها یا اندیشه های فلسفی یا غیر فلسفی یا حتی دینی. میتونه یک نوعی از تمرین مدارا یا اندیشیدن با خود باشه. بله، قبول. این ممکنه کسی بیاد و بگه خب این که دعا نیست. خب این همون مرمون است که میاد به مسلمونه میگه این که دین نیست که شما نمیتونید مرده هاتون رو بعد از مرگ غسل تعمید بدید.
من از ام دارم از این مثال های مبالغ آمیز استفاده میکنم به خاطر اینکه میخوام شهود شخصی که داره اینها رو میشنوه رو یه جهشی بدم، یه تکونی بدم به این سمت که پیش زمینه های فکری خودمون رو باید بذاریم کنار وقتی داریم راجع به این مسائل صحبت میکنیم. بله خدایی نیست. خب دعا کردن چیه این وسط؟ چی کار میشه باش کرد؟ معناش چیه؟ مفهومش چیه؟ چطور به کار میره؟ مثل همون چیزهایی که راجع به معنای زندگی و اینها گفتم، حرکت بین اینها اتوماتیک نیست. قبول کردن یک گزاره خدا وجود ندارد متفاوت با اینه که دعا هیچ جایی نداره و هیچ جوره نمیشه ازش استفاده کرد. این گرایش من نیست که بگم خود نوعی از دعا وجود داره و مثل این هاست و من به این شکل باید بهش نگاه کرد مدیتیشن یا نه. صرفا دارم مثال میزنم که برای فهم باید چمدون خودمون رو رها بکنیم. خب با توجه به اون چیزی که اینجا بیان کردم میتونیم بریم سراغ بی خدایی و یک تعریفی از خود بی خدایی، اون چیزی که منظورمون از خداست، کیفیات دیدگاه افراد بی خدا، کسانی که این مواضع رو قبول میکنن بیان بکنیم و نوع گرایش هایی که اطراف بی خدایی شکل میگیره. مشخصاً با توجه به این که بحث من راجع به خدا هست، این مشخصه که مفهوم خدایی که در نظر داریم میتونه متفاوت مدل شده باشه. مدل خداباوری کلاسیک، نئوکلاسیک، خداباوری گشوده، پویشی یا حتی خداباوری که بر ضد مدل سازی هن، اصلا سلبی نگاه میکنن. ممکنه خداباوری طبیعت گرایانه داشته باشیم یا خداباوری فیزیکالیستی حتی. بنابراین من تلاش میکنم که معطوف بکنم بحث خودم رو متوجه یکی از این مدل ها بکنم در ادامه بحث. اما اون چیزی که مهمه اینه که من تلاشم این هست که حداقل به این سمت ببرم مخاطب رو که بازتاب نده فهم خودش رو از یک دین به یک دین دیگه، از یک دین به بی خدایی. مثلا خاطرم هست که در یکی از این بحث های نچندان خوشایند مجازی شخصی داشت طبیعتگرایی خودش رو مطرح میکرد و شخص دیگه گفت که خب این طبیعتگرایی نیست. خب خیلی تعجب برانگیز بود و اون شخص پرسید چرا موضع من برای شما طبیعتگرایی نیست؟ منم داشتم گوش میکردم داد و ستد و بدبستان بین این دو عزیز رو و اون شخص گفت به خاطر اینکه طبیعتگرایی به این معناست که شما مشخصه یه ایکس، وای و زد رو داشته باشی. خب این به چه معنیه؟ چه اتفاقی اینجا افتاده؟ شخص مسافرت کرده، یکی از این دیدگاه ها رو فهم کرده و اون رو خطکشی قرار داده برای فهم تمام انواع دیگه از این دیدگاه ها. اما این دیدگاه ها میتونه متفاوت باشه. توجه کنید که افراد بی خدا فقط در بی خدایی خودشون مشترکن، فقط در اون گزاره که خدا وجود ندارد. اگر بخوای یه گزاره دیگه کنارش بگذاری مثل خدا باور رو، اون موقع باید دلایل دیگه ای بدی. این که خدا وجود دارد یه گزاره است. اگه بخوای کنارش یکی دیگه بذاری که پیامبرش محمد بوده یا پیامبرش جوزف اسمیت بوده آخرین پیامبرش، باید دلایلی متفاوتی بدی، دلایل مجزایی براش بدی که ارتباطی لزوماً به اون یک گزارهی که درسته نداره که خدا وجود دارد. برای بی خدایی هم همینطور. به خاطر همین ما حتی نمیتونیم زمانی که یک دیدگاه رو فهمیدیم مثلا یک نوع بی خدایی رو از دیدگاه من دارید میشنوید. حالا هر جای دیگه رفتید هر کی این دیدگاه رو نداشت این خطکش رو بذارید کنارش، میگید ببینید اونطور که من فهمیدم باید این باشه و اگر شما این ویژگی ها رو نداری خب شما بی خدا نیستی. مسلمانی یعنی این. ببین من بزرگ شده ایرانم، سر و کله زدم، مثلا شخصی ممکنه این رو بگه، بزرگ شده لبنانم، من سر و کله زدم، من بزرگ شده عربستانم، سر و کله زدم با اسلام تمام. اگر این نیست پس تو مسلمان نیستی، پس اسلام نیست این دیگه.
خب این یعنی داره چه اتفاقی میفته؟ شخص یکی از اینها رو فهم کرده، باهاش دست و پنجه نرم کرده، تجربه داشته و همون رو کرده خطکش تمام اون چیزهای دیگه‌ای که میتواند وجود داشته باشد. مثل همون مرمونه که فهمش از دین رو برداشته بود و خطکش میکرد برای دین مسلمان. بنابراین نباید چمدون دینی خودمون رو به بی خدایی بیاریم. همینطور نمیشه اون فهمی که از جایی گرفتیم رو دوباره کول بکنیم، با خودمون بار بکنیم، دوباره کول بار راهمون بکنیم، چمدان خودمون بکنیم برای مسافرت بعدی و با خودمون ببریم. از سمت بی خدایی به ادیان هم همینه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم که استانداردهایی که ما در بررسی خودمون داریم و اون حس تعلقی که ما به برخی مسائل داریم، مثل تعهدات روششناسی یا سیاسیمون، به همون اندازه در دیگر دیدگاه هم حضور داشته باشن و با همون ظرافت و دقت به اونها پرداخته بشه. مگر اینکه بازخورد دریافت کنیم، مگر اینکه مدام بخونیم و با اون اندیشه ها در ارتباط باشیم. و این منو به این نکته میرسونه. اندیشه ها، اهمیت اندیشه و رقابت اندیشه ها در جریان فهم، نقد و بررسی های ما از دیدگاه های متفاوت باید متوجه متغیر بودن و انعطاف پذیری این دیدگاه ها بشیم. به این شکل که باید به اندیشه ها فرصت نفس کشیدن بدیم، برای فهم اونا در صدد شنیدن و خوندن باشیم. مشخصا توی این فضا حق بازدید، پرورش، تغییر یا اصلاح کردن دیدگاه یا بروز کردن دیدگاه مخالف یا دیدگاه خودمون رو باید به رسمیت بشناسیم. ممکنه نقدی به دیدگاهی وارد بشه، صرفا شخص مخالف رو متحد به تغییری در بخشی از اندیشه خودش بکنه و شخص مخالف یا موافق ما این حق رو داره که دیدگاه خودش رو در برخورد با این دیدگاه تغییر بده و بروز بکنه. و اون موقع ما دیگه نمیتونیم با نقد دیدگاه قدیمیش پیش بریم، بلکه باید با این دیدگاه جدید پیش بریم. ولی شخص میتونه تعهدات خودش رو بروز بکنه و از کنار اون نقد عبور بکنه. این که در این مسیر عبور چه بهایی رو باید پرداخت بکنه، آیا گزاف هست یا نه، آیا این کار شدنی هست یا نه برای گذر از نقد، نکته دیگه ایه. اما صرف این که شخصی دیدگاه خودش رو تغییر میده، این تغییر به خودی خود بیانگر درست بودن یا اشتباه بودن موضع شخص بعد از بروز کردن عقاید وی نیست. برای اینکه درستی یا اشتباهی دیدگاه شخص رو بسنجیم، دیگه نمیتونیم مثل گذشته به بررسی تعهدات قدیمی شخص بپردازیم. صرفا باید فهممون رو بروز بکنیم. این نگرش به این معناست که باید به ایده‌ها فرصت رقابت بدیم، به شکلی که سقف اندیشه رو کوتاه نکنیم و اجازه بدیم که ایده‌ها و قامت اونا در برابر دیدگاه‌های دیگه تمام قد بایستن و فرصت رقابت برابر و به دور از تعصب با دیگر دیدگاه‌ها داشته باشند. استاندارد ارتفاع سقف اندیشه سطح استانداردهای ما در فهم و بحث درباره این موضوعات و وابسته به عمق این بحث و تفاوت چشم‌انداز افراد، این به این معناست که شما میتونید در هر موضعی باشید و افراد باهوشتر و آگاهتری از خودتون رو در مواضع مخالف خودتون پیدا بکنید. افرادی که به هر دلیلی با ما اختلاف دارن در مواضع سیاسی، الهیاتی، دینی، اما از ما به ادبیات موضوع چم و خم اون آگاهتر هستن. با توجه به همینه که به همین افراد بزرگ و کارکشته در بحث هست که باید به این معترف باشیم که ما به خودی خودمون و به واسطه خونده ها و تجربیات محدود و شخصی خودمون و اون چشمنداز شخصی خودمون توانایی اینو نداریم که بدون روبرو شدن و فهم دیدگاه ها و اندیشه های متفاوت با قامت کوچک اندیشه خودمون و در کمال سرکوب یا سکوت هر نوع اندیشه مخالفی پیروزی تفکر خودمون رو به شکل ناپخته‌ای جشن میگیریم. درک ما برای فهم دیگران خوشبختانه یا متاسفانه حتی زمانی که داریم از اون بزرگان میخونیم به سوء برداشت ها، نقاط ضعف، محدودیت های زمانی فرهنگی این افراد پیوند خورده. انگیزه های اشخاص در کاوش های فلسفی و علمیشون یکسان نیست و زمانی که برخورد میکنیم با اندیشه‌های متفاوت باید به اهداف خودمون از نقد و دامنه تاثیرگذاری اونها آگاه باشیم، با مسئولیت پذیری طرح نقد بکنیم. من نمیتونم دیدگاهی رو که فهم یا نقد میکنم و نامحترمانه نقد بکنم انتظار داشته باشم که جدی گرفته بشن. بزرگان و کارکشته‌های بحث قله‌هایی هستن که ما بر اونها میزنیم تا چشم‌انداز وسیع‌تری از اندیشه‌ها رو مشاهده بکنیم، افق گسترده‌تری از بحث رو
ببینیم. برای بالا رفتن از این قله هم باید هزینه بکنیم. چیزهایی رو بخونیم که شاید نمیخوایم بخونیم. حرفایی رو بشنویم که شاید نمیخوایم بشنویم. و نه تنها این، باید حق بهشون بدیم که حرفشون رو بزنن و کمکشون بکنیم که این استاندارد رو بالا ببرن، چون بالا رفتن استاندارد اندیشه اونا یعنی آگاهی ما به چشمانداز و دقیق‌تر شدن نقشه خودمون. و شاید هر بار چشمانداز زمانی که داریم اون قله رو بالا میریم فرق بکنه، ملاحظات ما متفاوت بشن، دغدغه‌های ما تغییر بکنه تا اینکه به قله برسیم، به شونه این بزرگان بنشینیم و به این چشمانداز وسیع بنگریم. واقعیت اما اینه که همیشه قله‌های بلندتری برای فتح هستن و اگه بخوایم نگاه کاملتری به این منظره تفکر داشته باشیم، با سرکوب و تمسخر و سفارشی سازی اندیشه‌ها نمیتونیم پیش بریم. دیگه نمیتونیم سقف اندیشه رو برای حفظ قامت اندیشه‌های دیگه حفظ کنیم و بالا ببریم و در واقع در حال خودرضایی فکری هستیم. چشم‌اندازهای وسیع‌تر و دلپسندتری رو از دست میدیم در اندیشه که شاید شانس فتح قله‌های دیگر یا پرواز بلندتری رو از ما میگیرن. با بال شکستی اندیشه میشه پرواز کرد تا بالمون درمان بشه، اما قفس ساختن از تعصب دین یا اندیشه، ترس از تغییر و ذهن بسته دعوت به خشک اندیشی و قفس نشینیه. دنیای اندیشه خیلی جذاب‌تر اینه که بتونیم با فراز و با بال گشوده رون پرواز کنیم و بخوایم به اون برسیم. به دنبال این پرواز هستیم و شاید در نظر بعضیا کوچیک بیایم وقتی داریم پرواز میکنیم، یا شاید زمانی که پرواز میکنیم چیزایی رو کوچیک میبینیم که شاید مهم هستن. اما به قول هیوم باید فیلسوف بود، اما در میون تمام فلسفه باز هم باید انسان بود. مثال سفارشی سازی و تظاهر به اندیشه فلسفه دین و دین پژوهشی تو ایرانه. دین پژوهشی تو ایران نوعی خودارضایی فکریه دوره همی، در قیمت هر گونه نقد و فرصت رقابت با اندیشه های مخالف و متفاوت، در کمال سرکوب و غرور و اورگاسم پیروزی. یه حس کاذب رو به ذهن شخص میده، به جای اینکه ذهن جستجوگر روش ذهن سرباز میگیره. هر چقدر کامل و هر چقدر بی‌نقص ما خودمون رو تصور میکنیم، باید به این معترف باشیم بنابراین که بهترین تلاش های ما برای فهم دیگران وسیع‌تر از چیزی که ما رو به سادگی به موفقیت برسونه. به عبارتی ما باید به شکست کاوش‌ها و ضعیف بودن نتیجه‌هامون که برآمده از فهم محدود و جغرافیایی خودمونه معترف باشیم و از اونها درس بگیریم تا بهتر بتونیم شکست بخوریم و بتونیم بهتر بقیه رو بفهمیم، تا سطح استاندارد رو با هم پیش ببریم. این قسمت پیشگفتاری بی خدایی بود و امیدوارم که در این سیر از اندیشه بی خدایی بتونه کمک بکنه. در بخش بعدی به تعریف بی خدایی و برخی از موضوعات مرتبط با اون می پردازم. امیدوارم که از شنیدن این قسمت لذت برده باشید.